داستان‌های فارسی موجودات پلی. روزی روزگاری توی کلبه نزدیک جنگ گل، مارکو و همسرش مونی زندگی می‌کردن. اونا دوتا دختر داشتن، جنا دختر مارکو و کلارا دختر مونی. جنا مهربون و زیبا بود ولی کلارا بد اخلاق بود و جذابیتی نداشت. ولی مونی که از حسادت چشماش کور شده بود فکر میکرد کلارا زیباترینه. یه روز مارکو از جنا میخواد که با هم به جنگل برن تا هیزم بشکنن. اونا با اینکه بارون سیلاسا میبارید تمام روز سخت کار کردن و وقتی برگشتن خونه مثل موش آب کشیده شده بود. یه هم مارکو متوجه شد تبرش رو جا گذاشته. اون میترسید که نکنه تبرش تموم شب و تو گل بمونه و زنگ بزنه و دیگه به درد نخوره. عزیزم، من تبرم رو تو جنگل جا گذاشتم. میشه به کلارا بگی اونو بیاره؟ جنا خیس و خسته شده. نه، دخترم سرما میخوره. دختر خودت میتونه به همین الانش هم خیسه. مطمئنم بیشتر میتونه طاقت بیاره. مارکو میدونست که بحث کردن بیفایده است. همینطور میدونست که درخواستش هیچ فایده ای نداره و رو به جنا کرد. جنا، برای این درخواستم خیلی ناراحتم، ولی زانوهام درد میکنن. باید بری دنبال تبر عزیزم. بله پدر، میدونم. تو استراحت کن، من میرم و تبر رو میارم. بهتره عجله کنم، تو این بارون سیلسا تیغه ی تبر زودتر زنگ میزنه. سرانجام به جایی که تبر جا مونده بود رسید، ولی در کمال تعجب سه کبوتر رو دید که غمگین روی تیغه تبر نشسته بودن. اینجا چی کار میکنی؟ زیر این بارون خیس میشین کبوتره کوچولو. برگردین توی لونتون. اول از این خورده نونی که از شما مونده بخورین تا انرژی بگیرین. ناراحت نشین کبوتره کوچولو، ولی بهتره که من برم. اگه به موقع به خونه برنگردم ممکنه مادر ناتنیم عصبانی بشه. خدافظ. جنا تبرش رو برداشت و به طرف خونه برگشت. در همین هنگام کبوترها نیروشون رو دوباره به دست آوردن. اون سه تا کبوتر کوچولو از مهربونی دختر سپاسگزار بودن. اون دختر خوبیه. قبل از اینکه اون بیاد من انقدر ضعیف بودم که نمیتونستم بالامو باز کنم. بده شده یه تشکر. تازه گلی به اون هدیه کنیم که تا زمانی که اونا رو سرش میذاره پژمرده نمیشه. و همینطور کوچکترین پرنده های آوازخون در میان گلهاش بشینن. بله، این کار خیلی قشنگیه. مارکو هرگز دخترش رو به این زیبایی ندیده بود. چقدر مسخره است که توی همچین شب بارونی این شکلی لباس پوشیده. اون با عصبانیت تاج گلو از سر جنا برداشت و روی سر کلارا گذاشت. گلای روز پژمرده شدن و کبوترها از پنجره بیرون رفتن. عجب چیز مزخرفیه. حالا شامتون رو بخورید و برید بخوابید. بر حسب اتفاق عصر روز بعد مارکو که تمام روز سخت کار کرده بود دوباره تبرش رو فراموش کرد. این بار مونی از فرصتی که برای فرستادن دخترش به جنگل پیش اومده بود ذوق کرد. دخترت باید تو خونه بمونه و دختر من بره تبر رو بیاره. کلارا با عصبانیت تو جنگل قدم برمی داشت. آه، این خنده داره. چرا من باید همه کارا رو انجام بدم؟ آه خدای بزرگ، نمیتونم. کاش اون تاج گلو داشتم، ولی نمیخوام برای به دست آوردنش این همه درد سر رو تحمل کنم. باورم نمیشه تو این بارون سیلاسا قدم زدم تا به اینجا برسم. ای موجودات پلید، از اینجا دور شین. سه کبوتر جمع شدن و نقشه کشیدن تا از اون دختر گستاخ انتقام بگیرن. برای اینکه انتقاممونو بگیریم چی کار کنیم؟ هیچ کس با همون اینطوری رفتار نکرده بود. باید با هم یه راهی پیدا کنیم که اون دختر تقاصشو پس بده. فهمیدم. اون دیگه نمیتونه چیزی جز موجودات پلی تا آخر عمرش بگه. وای تو چقدر باهوشی. اینجوری خیلی خوب میشه. کبوترا بالاشونو تکون دادن و به هم زدن و جادوشون به دهان و سرنوشت کلارا مهر زد. کلارا دوباره وارد کلبه شد. عصبانیتش کاملا مشخص بود. خب تاج گلو گرفتی؟
موجودات پلی، با من اینطوری حرف نزن. یعنی چی؟ موجودات پلی، این چه شده؟ سپس مونی دید که اتفاق بدی رخ داده. اون با عصبانیت رو به جنا کرد. ای دختر رزل، میدونم همش زیر سر توه. بگو ببینم باهاش چی کار کردی؟ هیچی. چی شده؟ من کل روز خونه بودم. دست از دروغای کثیفت بردار و فوراً جواب بده. نه، باید حرفمو باور کنی مامان. من چنین کاری نمی کنم. اون خواهر منه. همش زیر سر توه. خدا میدونستم. این باز جوی مدت ادامه پیدا کرد و اشک جنا رو در آورد. مارکو خونه نبود و مونی تا میتونست به جنای بیچاره تهمت زد و توهین کرد. روز بعد جنا در غیاب پدرش به سر کار رفت و کبوترها با دیدن اون با خوشحالی دوباره تاج گل و سرش گذاشتن. اگه زندگی دختر بیچاره قبلا افتضاح بود، حالا بدتر شد. مونی خشمش با دیدن تاج گل بیشتر شد و اونو عذاب داد. نگاش کن، با اون تاج گل احمقانه روی سرش، فکر میکنه خیلی خاصه. موجودات پلید، موجودات پلید. اون جز مصیبت چیزی دیگه ای نیست. اوضاع برای مدتی به همین منوال ادامه داشت. یه روز وقتی پسر پادشاه داشت سوار بر اسب از سوی جنگل رد میشد، شنید که بعضی پرنده ها عجیب غریب تر از پرنده هایی که قبلا دیده بود آواز میخوندن. اون چقدر زیباست. ببخشید خانم، میتونم باهاتون صحبت کنم؟ سلام خانم، شما کی هستین؟ و کی اون تاج گل آواز خانو بهتون داده؟ من جنام و تو کلبه تو حاشیه جنگل زندگی میکنم. در مورد تاج گل نمیدونم چطوری اومده اینجا. ممکنه هدیه چند تا کبوتر باشه که وقتی گرسنه بودن بهشون غذا دادم. شاهزاده از پاسخ اون خوشحال شد و تحت تاثیر خوبی قلب اون قرار گرفت. تو قلب مهربونی داری جنام، با من به قصر میای و عروس من میشی؟ باید افتخارم یه سرورم. پس دیگه حرفی نمیمونه، باید جشن عروسی با شکوه بگیریم. روز بعد از ازدواج، عروس همراه یه قاصد هدایای زیبایی برای پدرش فرستاد و از شانسی که بهش رو کرده بود گفت. مونی و کلارا اونقدر حسادت کردن که مریض شدن و توی بستر افتادن. مونی نقشه یه حیله‌گرانه‌ای برای انتقام از جنا کشید. باید از جادوگر پیر شهر کمک بگیریم. اون میتونه برات یه ماسک شبیه صورت جنا بسازه. موجودات پلید، من ازتون کمک میخوام جادوگر خردمند. من میتونم براتون یه ماسک درست کنم که اونقدر واقعیه که کسی نمیتونه تفاوتش رو تشخیص بده. ولی وقتی دخترتون برای اولین بار ماسکو میزنه، باید تظاهر کنه دندون درد داره و سرشو با یه تور سبز رنگ بپوشونه. متشکرم، از کمکی که کردین سپاسگزارم. همه جا پخش شد که شاهزاده قراره بگه شکار بزرگ بره و صبح زود از قصر بیرون میره و تمام روز همسرشو تنها میزن. این فرصتی بود که نباید از دست داده میشن. خیلی خوشحالم که تونستین بیاین. گذشته ها گذشته. لطفاً این هدایای زیبا رو با خودت ببر. حالا وقتشه. دستتو بزن روی گونت، انگار درد داری. ما یادت نره صحبت نکنی. همسر عزیزم، چه اتفاقی برات افتاده؟ به هم بگو، خیلی درد داری؟ اون به جای اینکه ناراحتی همسرشو درک کنه، با نگرانی دائم ازش سوال میپرسی. من باید همه پزشکای دربار رو احضار کنم تا روی محل دردت پماد آرام بخش بذارم. موجودات پلی. چی؟ تو الان چی گفتی؟ یکم استراحت کن، صبح حالت بهتر میشه. شاهزاده که خوابش نمی برد از پنجره به بیرون خیره شد. اون دوشیزه به طرز عجیبی شبیه همسر منه. شاهزاده که هنوز از وضع همسرش سر در نمی برد، پزشکان دربار رو احضار کرد.
پزشکا رو احضار میکنم که بهت رسیدگی کنم. موجودات پلید، موجودات پلید، لطفاً از اونا معذرت خواهی کن، ما به کمکشون نیاز داریم. اما شاهزاده خانم ساکت موند و حاضر نبود صحبت کنه و رفتارش رو توضیح بده. اون شب شاهزاده با دلتنگی و احساس گناه روی تخت غلط میزد. چطور ممکنه یه دختر آروم و مهربون که تو روزای اول ازدواجمون یه همراه جذاب برام بود، یهو تو یه روز تبدیل بشه به یه زن بی‌ادب و عبوس که حتی نمیتونه عصبانیتش رو به خاطر خودشم که شده کنترل کنه؟ اون بهت نیاز داره، اون به کمکت نیاز داره. درست ما بشکر شاهزاده. بیدار شو، برو به ساحل، اون منتظره. شاهزاده با یه تکون بیدار شد، نگاهش فوراً به سمت پنجره رفت به این امید که جنا رو بیرون ببین. صبر کن، منتظرم باش، من دارم میام. شاهزاده با سرعت به ساحلی که توی خیال دیده بود شتافت و این بار دست اونو محکم گرفت. تو همسر خودم هستی، تو عشق زندگی منی و من هرگز تو رو رها نمی کنم. نه، صبر کن، من نمیذارم این طلسم فریبم بده. عشق شاهزاده شجاع پا بر جا موند و طلسم جادوگر شکسته شد. جنا، تو برگشتی، صبر کن ببینم، اگه تو اینجا پیشمی پس کی اونجاست؟ به هم بگو جنا، کی این کارو با تو کرد؟ اون خواهرم کلارا بود. به خوشحالی من حسادت میکرد. مونی مادرش منو توی آب هل داد. من شنلمو دوستی. کبوترها به کمکم اومدن و منو سرپا نگه داشتن. ولی شجاعت تو طلسمو شکست. شاهزاده من. موجودات پلید. موجودات پلید. اگه به من بود تا آخر عمر زندونی می شدی، ولی مهربونی همسرم تو رو نجات داد. کلارا مورد مرحمت جنا قرار گرفت و اونو سوار اسب کردن و برای تبعید به سرزمینی دور فرستادن. همون شب موجودات پلی. عاشقتم. من بیشتر عاشقتم. و از اون روز شاهزاده و پرنسس جنا، یعنی پرنسس جنای واقعی، با خوبی خوشی در کنار هم زندگی کردن.